الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مهربانان، خوبان و عزیزانی که تا این قسمت از برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن ما رو همراهی فرمودید. یکی از صفات بسیار مهمی که الله تعالی در قرآن کریم مؤمنین رو امر کرده به انجام اون و انجام ندادن اون رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و رعایت نکردنش رو یکی از صفات منافقین دونسته، صفتی است به نام وفای به عهد، وفا کردن به پیمان ها، قرارداد ها، وفای به اون قراردادهایی که بین انسان و تمام دوربری های خودش بسته میشه. الله تعالی فرمود: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در ابتدای سوره مبارکه مائده، ای کسانی که ایمان آوردید به عهد و پیمان هایی که بستید پایبند باشید. و در سوره مبارکه اسراء فرمود: و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، به پیمان هایی که بستید، به عهدهایی که دادید، به وعدهایی که کردید وفا کنید. چرا که از اینها سوال میشید؟ با هر کی میخواد باشه. مهم نیست که طرف مخاطب این عهد کیست، مهم خود عهده. وقتی عهدی بسته میشه، انسان باید به این عهدی که بسته وفا بکنه. انسان مسلمان به عهدی که بسته باید وفا بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد و پیمان رو رعایت نمی کنه، کسی که اصلا براش مهم نیست وعده‌ای که میده، قول و قرارهایی که میگذاره، این انسان دین نداره، دینش کامل نیست. و یکی از صفات منافقین اینه که اونها در عهد و پیمان خودشون پایبند نیستن. شایسته انسان مسلمان نیست که صفاتی از صفات منافقین رو در وجود خودش بیاره. و البته اگر سه صفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودی، یکی این صفت و صفت دروغ گفتن و صفت خیانت در امانت در وجود کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، این انسان منافقی است. نه که یک صفات فقط در وجودش باشه، وقتی سه تا صفت جمع بشه این انسان منافق خواهد شد. بنا بر روایت ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرمود که آیت المنافق ثلاث، منافق سه تا صفت داره: وقتی که صحبت میکنه دروغ میگه، وقتی که امانتی بون داده میشه در امانتی که پیشش هست خیانت میکنه، وقتی که پیمانی میبنده پیمان خودش رو میشکنه، پایبند نیست به پیمانهای خودش. اگه بخوایم این پیمانها رو، مهمترین این پیمانها رو بررسی بکنیم در رهنمود آیات قرآن کریم، مهمترین پیمانی که انسان مسلمان باید خودش رو ملزم بدونه به رعایت اون، پیمانی است که با الله تعالی بسته، عهدی که با الله تعالی بسته. اون لحظه ای که انسان و مسلمان میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، همون اولین جمله ای که انسان رو وارد اسلام میکنه، همون اولین کلامی که باعث مسلمان شدن ما میشه، این یک عهد و پیمان با الله تعالی است. این یک عهده، این یک پیمانه، این یک قرارداده. وقتی انسان میاد و میگه اشهد ان لا اله الا الله، من گواهی میدم، من پیمان میبندم، من ایمان ناوردم، من اعتقاد پیدا کردم، من تایید میکنم، تصدیق میکنم، چی رو؟ که لا اله الا الله، هیچ معبود به حقی، هیچ ذاتی شایسته عبادت کردن، حاجت طلبیدن، دعا خواستن نیست مگر الله تعالی. باید به این محتوا و به این پیمان پایبند باشه. این پیمان، پیمان پرستش الله، پیمان پشت کردن به طاغوت،
پیمان پشت کردن به شیطان که در رأس تواغیت عالمه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. الله تعالی در سوره مبارکه یاسین عایشه از فرمود آیا من از شما عهد نگرفته بودم که شیطان رو نپرستید؟ شاید کسی براش سوال باشه خب ما کجا همچین عهدی رو بر الله تعالی دادیم؟ وقتی خود ما این جمله رو گفتیم که لا اله الا الله، این خودش یک عهده. علاوه بر این الله تعالی در سوره مبارکه اعراف آیه 171 میفرماید که وید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. در روزی به اسم روز الست، در قبل از خلقت این دنیا و قبل از اینکه انسان ها به این دنیا وارد بشن، الله تعالی میفرماید از ذریه آدم، از تمام نسل آدم، از خود آدم علیه السلام تا آخرین نفری که روی زمین متولد خواهد شد، از اینها من عهد و پیمان گرفتم، در یک روزی همه اینها رو من حاضر کردم و گفتم الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ این یک عهد بود. قالو بلا، همه گفتن بله. اون موقع ما عهد بستیم، اون موقع ما پیمان بستیم با الله تعالی، هر چند که ما الان به خاطر نداشته باشیم. ما بچگی های خودمون یادمون نیست، ما همین که همه شاهد بودن، پدر و مادر ما شاهد بودن، حتی فیلم و عکس از ما دارن، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش خودمون، وقتی تازه به دنیا اومدیم، 2 سال اول زندگیمون یادمون نیست. حالا چند هزار سال قبل، خدا میدونه چند میلیون سال قبل، اون پیمان رو از ما الله تعالی گرفت. خب طبیعی هم است که یاد ما نباشه، اما الله تعالی میفرماد این اتفاق افتاده و من اصدق من الله قیل و من اصدق من الله حدیثا. کیست از الله تعالی راستگوتر؟ کیست از الله تعالی درست گفتارتر؟ و الله تعالی وقتی میفرماید که شما این عهد و پیمان رو بستید، ما یقینا این عهد و پیمان رو با الله تعالی بستیم و نسبت به این عهد و پیمانی که با الله تعالی بستیم مسئولیم، که ان العهد کان مسئولا. یعنی چی مسئولیم؟ یعنی از ما سوال خواسته می شود، از ما سوال کرده خواهد شد که شما نسبت به این ادعا، نسبت به این جمله‌ای که گفتید، نسبت به اون عهدی که بستید چه کردید؟ آیا اون رو انجام دادید یا نه؟ وقتی داریم صحبت میکنیم در بحث عهد و پیمان، انسانی که خوش پیمانه، انسانی که به عهد و پیمانشون پای بندن، مهمترین عهد و پیمان، عهد و پیمانی که ما به الله تعالی بستیم، چقدر به این عهد و پیمان پای بند بودیم؟ چقدر به الله تعالی مراجعه کردیم در مشکلات و سختی های خودمون؟ چقدر الله تعالی در زندگی خودمون احساس کردیم؟ چقدر ایمان ما به درد ما خورده در زندگی، در مشکلات، در مشقات، در سختی ها، در رفتار ما، در کردار ما، در معاملات ما، در معاشرات ما، چقدر تأثیر گذاشته ایمان ما؟ اولین پیمان پیمانی است که با الله تعالی بستیم. بعد از اون وقتی گفتیم اشهد ان محمدا عبده و رسول، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیامبر به حق، به عنوان نبی که از طرف الله تعالی فرستاده شده برای ما، پذیرفتیم و قبولش کردیم. و وقتی که قبول کردیم که الله تعالی در کلامش رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تایید فرمود و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر ما هیچ چیزی رو از جانب خودش نمیگه مگر اون چیزی که بهش وحی میشه، و مهر تایید زد بر رسول صلی الله علیه و سلم و سنت رسول صلی الله علیه و سلم رو پذیرفتیم، چقدر نسبت به ادای سنتش، چقدر نسبت به اجرای سنتش ما پایبند بودیم، چقدر به مفاد این قراردادی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بستیم و اون قرارداد مفاد مهمترین مفادش اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم بود. اطیع الله و اطیع الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسولش. من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از رسول اطاعت بکنه گویی که از الله تعالی اطاعت کرده. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله تعالی ما رو مأمور کرده بود، یکی از مفادهای این قرارداد با رسول صلی الله علیه و سلم این بود که هر چی که ایشون بفرمایند ما اطاعت بکنیم و هر چیزی که ما رو منع کردن از اون سر باز بزنیم. و آیات مختلف دیگری که در جبه این موضوع است، آیات بسیاری که وقت اجازه نمیده بگیم، و چقدر به مفاد این قرارداد خودمون پایبند بودیم. اینها اولین معاهده هایی که ما بستیم، ما مسلمان ها بهش پایبند بودیم، معاهده‌ای که با الله تعالی بستیم، قراردادی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بستیم، چقدر به مفاد این قرارداد ما پایبند بودیم. اینها رو ما باید مد نظر داشته باشیم. این قراردادهایی رو که ما نوشتیم نباید نادیده بگیریم. قراردادی که ما با الله بستیم و قراردادی که با رسول صلی الله علیه و سلم بستیم رو نباید ارزش این قراردادها نزد ما از ارزش قراردادی که با یک انسان می‌بندیم کمتر باشه. نباید توجه ما به مفاد این قرارداد کمتر از توجهی باشه که با یک انسان دیگه داریم در قراردادی که باش بستیم.
کتاب الله تمامش مفاد قراردادی که ما با الله تعالی بستیم. ما وقتی به حقانیت قرآن ایمان آوردیم و قبول کردیم که کتابی است که از جانب الله تعالی بر ما نازل شده، به این معنا است که به تمام اون چیزی که در این کتاب ایمان آوردیم و اون رو واجب الاطاعت دونستیم و خودمون رو مأمور دونستیم به انجام اونها، چقدر به این مفاد قرارداد پایبند بودیم. این اولین مسئله ای که ما باید مد نظر خودمون داشته باشیم. ما مسلمان ها در بحث وفای به عهد، در بحث وفای به پیمان هایی که بستیم، علاوه بر این اون قراردادهایی رو که با دوربری های خودمون بستیم، اون قراردادی رو که ما با همسر خودمون بستیم و ما شخصی رو به عنوان همسر خودمون پذیرفتیم، چقدر نسبت به اون قراردادی که داشتیم پایبند بودیم؟ اون قرارداد رعایت حقوق اون بود، اون قرارداد رعایت خواسته های اون بود در حد مشروع دینی، خواسته های شرعیش، چقدر به این پایبند بودیم؟ چقدر اینها رو رعایت کردیم؟ چقدر اینها رو مد نظر قرار دادیم؟ عهد و پیمانی رو که قرآن وقتی که از اون ذکر میکنه، وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا، و زنان شما از شما پیمان بسیار محکم و استواری گرفتن در بحث ازدواج، چقدر به این پایبند بودیم؟ چقدر به پیمانی که در خانه بود، خانواده بود، پایبند بودیم؟ چقدر احترام گذاشتیم به همسر خودمون؟ چقدر رعایت کردیم؟ عهد و پیمانی رو که با خانواده بستیم، عهد و پیمانی رو که با دوربری های خودمون داشتیم، چقدر بهش پایبند بودیم؟ همه اینها مسائلیه که ما باید در بحث وفای به عهد بهش بپردازیم. همه اینها بخشی از اون مسائلیه که ما اگر میخوایم که این صفت از صفات منافقین، یعنی خیانت در پیمان نامه، شامل حال ما نشه، باید بهش پایبند باشیم. با ما باشید. بعد از یک میان برنامه با ادامه این مبحث. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون وضول الرشاد وحاز العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب ألم فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وعده خود وفا کنید. وَأَقْفُوا طَرِيقًا بِهِ الصَّالِحُونَ وَضَوْلِ الرَّشَادِ وَحَازُ الْعُلَى أَعِيشُ الْحَيَاةَ بِنُورِ الْكِتَابِ وَهَدِيِ الرَّسُولِ إِمَامِ الْوَرَى وَأَقْفُوا طَرِيقًا بِهِ الصَّالِحُونَ وَضَوْلِ الرَّشَادِ وَحَازُ الْعُلَى. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، امت اسلام، مسلمان ها در طول تاریخ نسلی بودند که به جهان وفای به عهد آموختن. در بدترین شرایط، در سختترین شرایط ممکن، به عهد و پیمانی که بسته بودند پایبند بودند. هیچ وقت عهد و پیمانهای خودشون رو نادیده نگرفتن، هیچ وقت خیانت نکردن در پیمانهایی که بسته بودن با انسانهای دوربر و حتی با دشمنان خودشون. روایتی بسیار عجیب از حذیفه ابن یمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون صحابی خوش نصیبی که محرم اسرار رسول صلی الله علیه و سلم بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها شخصی بود که اسماء منافقین مدینه را بهش گفته بودند. روزی با پدر خودش در همون روزهایی که جنگ بدر در حال اتفاق بود
مشرکین مکه حرکت کرده بودن، 1000 نفر تا بن دندان مسلح آمده بودن برای جنگ و نجات کاروان خودشون، کاروان تجاری که بیم این میرفت به دست مسلمان ها بیفته. و مردم در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب عده‌ای جمع شدن، حدود 313 نفر در روایت 16، در روایت 19 نفر، و حرکت کردن به سمت بدر به این امید که با قافله تجاری روبرو بشن و انباری رو که از مسلمان ها در مکه مصادره شده بود پس بگیرند. با لشکری مواجه می شدند به جای اون کاروان تجاری که 40 نفر توش بود، با یک لشکر 1000 نفری تا بن دندان مسلح مواجه شده بودند. وضعیت بسیار سختی بود، شرایط بسیار حیاتی، و حضور یک نفر هم برای انسان هایی که در اون معرکه بودند میتونست کمکی باشه. یک نفر هم یک نفر بود. حذیفه ابن یمان و پدرش در مسیری که قصد داشتن خودشون رو یک جوری به این کاروان برسونن، کاروان مسلمین رو به اونها کمک بکنن، در بین راه به دست مشرکین افتادن. مشرکین جلوی راه اونها رو گرفتن و گفتن چیکار میکنید؟ میخواید برید به کمک محمد و یارانش صلی الله علیه و سلم؟ اونها به خاطر اینکه مجبور بودند کتمان بکنن این واقعیت رو، اگر میگفتن اونها رو نمیذاشتن که برن، گفتن نه ما همچین قصدی نداریم. این هم یکی از همون مواردی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داد که انسان غیر واقعیت رو بیان بکنه. و اونها گفتن ما شما رو رها میکنیم به یک شرط، که به ما قول بدید، با ما عهد ببندید، پیمان ببندید که در بدر با محمد یارانش صلی الله علیه و سلم شرکت نمی کنید. حذیفه ابن یمان و پدرش مجبور شدن، چون راه نمی کردن اینها رو، گفتن تا به ما قول ندید، با ما عهد نبندید که شما در این جنگ شرکت نمی کنید، ما شما رو راه نمی کنیم. اونها قول دادن، عهد بستن، گفتن باشه ما به شما قول میدیم که در این جنگ، یعنی بدر، در سرنوشت سازترین جنگی که در تاریخ اون روز اسلام اتفاق می افتاد شرکت نکنن. و وقتی که مدینه رسیدن گفتن یا رسول الله همچین اتفاقی افتاد، مشرکین جوری ما رو گرفتن و ما مجبور شدیم که به اونها بگیم که ما در این جنگ شرکت نمی کنیم و اونها رو عهد بستیم با اونها. حال دستور شما چیه؟ ما دوست داریم با در این جنگ با شما شرکت بکنیم. دقت بکنید عزیزان، این شرایط رو در نظر بگیرید. یک عده 1000 نفر جمع شدند و قصد دارن برای ریشه کن کردن مسلمان ها به اونها حمله بکنن در دشت بدر، در منطقه بدر. و یک نفر به همراه پدرش، 2 نفر آمادن که به جمع مسلمین به پیوندن و در این جنگ شرکت بکنن، اما عهد بستن به اونها، به اکراه به اونها قول دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا چه جمله‌ای به اینها گفت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل سؤالی که حذیفه کرد که یا رسول الله ما با شما شرکت بکنیم یا نه، حضرت صلی الله علیه و سلم در این شرایط حساس هم این صفت، یعنی وفای به عهد رو فراموش نکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول عمر مبارکش به عهد و پیمانهای خودش به بهترین وجه ممکن وفا نموده بود و این هم یک امتحان جدید بود. این هم یک لحظه بود که مسلمان ها میخواستن به امت، به عالم یاد بدن وفای به عهد رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چون شما به اونها قول دادید، با اونها پیمان بستید که در این جنگ شرکت نمی کنید، شرکت نکنید. در اون جنگ مهم، در اون جنگی که کسانی که در اون جنگ شرکت کردن با فرشته های آسمان و زمین، با جبرائیل و میکائیل علیه السلام هم رزم بودن، هم سنگر بودن بر ضد مشرکین، اون جنگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو که در اون جنگ شرکت کرده بودن بهترین امت دانست، اما به خاطر اینکه حذیفه و پدرش عهد بستن به اونها اجازه نداد شرکت بکنن و فرمود ما به خاطر اینکه وفا بکنیم به اون عهدی که با مشرکین بستیم، با دشمنان، با کسانی که در حال جنگن با اونها، شما اینجا بمونید، اما ما در مقابل اونها از الله تعالی میطلبیم که ما رو یاری بکنن. پیدا بکنید یک نمونه در طول تاریخ که در همچین شرایط بحرانی و حساسی انسان ها به عهد و پیمان خودشون وفادار بوده باشن. مسلمان ها در طول تاریخ به عالم وفای به عهد آموختن، وفای به پیمان، وفای به اون چیزهایی که باید انجام بشه. انسان باید سعی بکنه، انسان باید دقت بکنه در تمام قراردادهایی که میبنده در زندگی خودش با هر کسی، چه زبانی باشه، چه قراردادی که امضا کرده، حتی جاهایی که
کسی شاهدی نداشته باشه، انسان حرف زده باشه، یک جمله گفته باشه فقط، اون عهد و پیمان رو الله شنیده، اون عهد و پیمان رو الله تعالی خبر داره، و این گونه نشه که خودش رو رسوا بکنه در روز قیامت به خاطر نقض اون پیمان با هر کی میخواد باشه، ولی اینکه با مشرکی باشه که در حال جنگ با اون، اگر پیمانی بسته بعد به پیمان خودش بر پایبند باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسانی که بعد پیمان خودشون پایبند نیستن، قراردادهایی رو که می‌نویسن رعایت نمی‌کنن، قولهایی رو به مردم میدن، قولهای خودشون رو نادیده می‌گیرن، اینها روز قیامت در صحرای قیامت طوری حشر میشن که پرچمی بر پشت اونها، پرچمی از پشت به اونها وصل میشه، پرچمی به اونها وصل میشه و این مشخص میشه، از دور هر کسی که میره میگن این به خاطر فلان نقض پیمانه، این به خاطر این که فلان جا رو، فلان قرارداد رو نادیده گرفت، فلان عهدی رو که باید انجام میداد شکست. و چه رسوایی اون روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پرچمی رو بر پشت اونها بزنن، از پشت پرچمی به اونها وصل کنن. اگر کسی عهد و پیمانی رو بشکنه و توبه نکنه از این کار خودش، در روز قیامت این گونه محشور خواهد شد. تمام جز پیمانهایی رو که ما میبندیم، وفای به عهد خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر از اون چیزی که ما فکرش رو میکنیم، اینهایی که ما مکتوب کردیم، قولهایی که دادیم به جای خود، حتی اگر پدری به فرزند خودش بگه بابا جان این کار بکن من فلان چیز رو برات میخرم، تو اگه بچه خوبی باشی من فلان شکلات برات میخرم، بستنی برات میخرم، اینم اسباب بازی برات میخرم، و نخرید، هم دروغ گفته، هم در عهد و پیمانی که بسته بود با فرزند خودش، با بچه خودش، نقض کرده پیمان خودش رو، وفا نکرده به عهد خودش. اون عزیزی که میره در اداره قرارداد رو جلوش میگذارن و تمام اون مفاد قرارداد رو میخونه، وزیرش امضا میکنه که خودش رو ملزم میدونه به این ساعت حضور و به این ساعت رفتن از اداره، نیم ساعت دیرتر میاد، یک ساعت زودتر میره، این داره نقض میکنه عهد و پیمان خودش رو. این باید پایبند باشه به این عهد و پیمانی که بسته. اگر کسی در اداره سر یک حقوق معین و درآمد معینی و مشخصی امضا کرده و قبول کرده و پذیرفته، حال فکر میکنه که ساعت کاری بیشتر شده یا شدت کار بیشتر شده و حقوقش اونقدر زیاد نیست، حالا از ساعتهای خودش داره میزنه، این داره نقض پیمان میکنه، بره پیمان جدیدی ببنده. اگر اون پیمان رو تغییر نداده و صاحب کارفرمایش هم هنوز نمیدونه، داره از ساعتهای کاری خودش میزنه، این داره نقض پیمان میکنه. اگر ناراحته بره پیمان خودش رو عوض بکنه، بره قرارداد خودش رو تغییر بده یا کار خودش رو تغییر بده. هیچ کسی حق نداره به این بهانه که من حقوق من کمتر از ساعت‌های کاری خودش بزنه، یا این که از انباری که در دسترسش هست اونها رو ورداره به این بهانه که من از اون طرف دارم جبران میکنم، از اون طرف دارم حقوق کمی رو که داره به من میده دارم جبران میکنم. و از طرفی کارفرماهای عزیزم نباید کاری بکنن که حقوق کارگران خودشون رو نادیده بگیرن، حقوق اونها رو رعایت نکنن. در هر محیطی، در هر اداره‌ای کسی وارد میشه، قراردادی رو مینویسه، شاگردی در مدرسه‌ای، در دانشگاهی، وقتی میره اون قراردادی که جلوش می‌نویسن اونها رو امضا می‌کنه، به تمام اون چیزهایی که نوشته باید پایبند باشه. هر کاغذی رو که انسان امضا کرد به اون چیزهایی که می‌نویسه، اگر راضی نیست همون اول امضا نکنه، اگر امضا کرد و قبول کرد باید پایبند باشه بهش. و طوری نشه که ما خدای نکرده جز اون گروهی باشیم که در روز قیامت پرچمی از پشت ما بس بشه. این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، این شوخی نیست، این فرموده سید المرسلین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. در تاریخ مردم به خاطر وفادار بودن به عهد و پیمان خودشون جان خودشون را حاضر بودن بدن، سر خودشون را حاضر بودن بدن. یک روایت بسیار جالبی رو از نعمان بن منذر صحابی رسول صلی الله علیه و سلم که قبل از اسلامش مالک یک منطقه به اسم حیره در عراق امروزی بود و اونجا پادشاه بود، برای خودش دو روز تعیین کرده بود، روز شادی و روز شومی. هر کسی که در روز شادی پیشش می اومد به اون نعمت میداد، به اون انعام میداد، به اون هدیه میداد و اون رو اکرام میکرد، اما کسی که در اون روزی که به اسم روز شوم اسم گذاشته بود در اون روز می اومد، اون رو میگرفت و میکشت و تمام مالش رو مصادره میکرد. یک نفر شخصی روزی آمد برای اینکه برای فرزندان خودش شکار پیدا بکنه، از خانه خارج شده بود و رفته بود بیرون دنبال خرگوشی میگشت. در همین اسنا که مشغول شکار خرگوش بود، بعد از اینکه خرگوش رو شکار کرد، نیروهای این پادشاه اومدن و گرفتنش و اسیرش کردن و بردنش پیش پادشاه. این مطمئن شد که امروز دیگه جون اون گرفته خواهد شد و اون رو میکشه پادشاه، چون
قبلا این کار رو کرده بود و هر روز این کارش بود. یک روز در میون هر کسی رو که گیر می آورد می کشت. از اون طرف هم فرزندان بچه ها در خونه تشنه و گرسنه منتظر. این شخص گفت: ای پادشاه، من اومده بودم برای شکار برای فرزندان خودم. اگر اجازه بدید من عهد می بندم با تو، برم به فرزندان خودم غذا بدم و کسی رو پیدا بکنم که سفارش بکنم اونها رو، که اونها بیان و سرپرستی فرزندان منو به عهده بگیرن و من برمیگردم، میام جان خودم رو به تو تقدیم میکنم، دوباره میام جلوی تو میستم. جونش در خطره اما حاضر دوباره برگرده. اون شخص نعمان بن مازر گفت: من قبول نمی کنم مگر اینکه تو شخصی رو جایگزین بکنی، از دوربری های من اینجا بگذاری قبول بکنه. اگر تو نیومدی من اونو بکشم بعد تو بری. مرد دیگه ای مثل خود نعمان بلند شد از همون طرف، به اسم شریک ابن عمرو، از دوربری های نعمان ابن مازر. یک شخصی از اون طرف، از خود جمع نعمان، یک شخصی بلند شد و گفت: من حاضرم که قبول بکنم این شخص بره و برگرد. اون شخص رفت، فرزندان خودش رو قضا داد، کسی رو سفارش کرد و دوباره برگشت، به خاطر اینکه عهد بسته بود، به خاطر وفای به عهد خودش، ولو اینکه این شخص ظالم بود، ولو اینکه این شخص انسان در اون لحظه از زمان انسانی بود که واقعا داشت ظلم میکرد، اما چون عهد بسته بود به خاطر وفای به عهد خودش برگشت و آمد و جان خودش رو هم حاضر بود بده چون به وفا بکنه به عهد خودش، به پیمان خودش. وقتی اون شخص برگشت، نعمان بن مزر متحیر شد که این شخص جون خودش رو دوباره برگردون که این بزنه و اون رو بکشه و گفت: تو وفای به عهد رو به نهایت رسوندی، شرمنده کردی دوربری ها رو. و شخص دیگری که ضمانت اون رو کرده بود رو به اون کرد و گفت: تو هم در جود و کرم شرمنده کردی، جایی دیگه برای جود و کرم نگذاشتی، تو جایی برای وفای به عهد نگذاشتی و این جایی برای جود و کرم. و خودش هم متأثر شد از این صحنه و گفت: من هم دوست ندارم که کمتر از شما باشم. و این قانونی رو که گذاشته بود کلا برداشت و اونها رو بخشید. یک نمونه از نمونه هاییست که کسانی که در زمانهای قبل از اسلام حتی چقدر به وفا به عهد خودشون پایبند بودن. و وفای به عهد یک از صفاتی است که در تمام ادیان، در تمام اقوام مورد تعریف بوده و کسانی که عهد پیمان خودشون رو میشکستن مورد مذمت قرار گرفتن. وقت ما به اتمام رسید و امیدوارم که الله تعالی این توفیق و نصیب حال ما بکنه که از جمله کسانی باشیم که در روز قیامت جزء وفا کنندگان به عهد و پیمان محشور میشند و این صفت در وجود ما بیاد و صفات نیک دیگری که هست. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما بودید سپاسگزارم و متشکر. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم این مسیر رو به ما ادامه بدید و ما رو همراهی بفرمایید. همیشه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم. شاد و خرم و پیروز باشید.